با عرض سلام بینده های محترم، امروز سلام خود را از منطقه شیخ خلیل و روزگان خاص که مربوط در اینجا مربوط پیک میشه، درسته؟ سلام خود را از اینجا برای شما میفرستیم و در منطقه هستیم که متاسفانه امروز بیشترین مشکلات در منطقه و روزگان خاص مشکلات کمابی است و خوشبختانه امروز فرصتی را یافتیم که در این منطقه بیاییم. ما قدم فکرم شیخ خلیل در بامیانه نه؟ ولی امروز در شیخ خلیل و روزگان خاص هستیم، مشکلاتشان را از زبان خودشان از بزرگایشان میشنویم، این که در چه حد تا چه حد را مشکلات کمابی در اینجاست و مشکلات عمدهشان را از خودشان میشنویم. بله جناب آقای اکبری صاحب، دیگه کامروی از مود خدمت شما. بسم الله قصد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستای عزیز نهایت گرامی، بسیار خوشم دن آقای اخلاصی همراه تیم خو همراه انجینر صاحب نجیر در قریه شیخ خلیل و آقل شیخ خلیل قریه پیک. مود به تعدادی 13-14-15 خانه خانه که تعداد تقریبا میشه 35 فامیل زندگی نیم. یعنی میجی مو فقط مشکل به آبی داریم، مشکل به آبی داریم. زمینای مو که خودونشو میگرنیم که کشت گندم که هیچ نداریم. یعنی می عشقی که داریم، عشقی که فقط در آوی بهار اون مو که مایه دیگه هیچ دیگه چی نیه، آب خوردن، آب زراعت، یه آو نداریم دیگه. مثلا اینا گندم و شفتل و این چیزا هیچ چیز نداریم. یعنی تقریبا 3-4 سال میشه که در شیخ خلیل گندم تقریبا یک سه تخم روزم مو کشت نکدیم. حاصلش مو فقط گندمه در منطقه دیگه؟ آها گندم. درخت نداریم، درخت میوه‌جات نداریم دیگه. فعلا زندگی خانواده چطور تیر میشه؟ یه چی دیگه، یه چی بگو. یک مقدار مثلا علف ملفی که چند سال هست خود دیست کوچی نمونه، باز یک مقدار عشقی که هست، عشقی اونم رو میاد دیگه. میگم آو بهاری، تو آو بهاری اونم رو میریم دیگه. مالگاو نگاه نمیشه دیگه. باز تمام کسایی که یک مقدار گوسفند داره همش علفش ده خریده. آره بعد مثلا خرید کنه، کاش بخره، علفش بخره، تمام چیزاش باید بخره. وضعیت اقتصادی مردم چگونه؟ خوب نیه وضعیت اقتصادی مردم. اگه خوب بود خوب برم شد ده گوشه شهر برم شد ما رفتن. به خاطر که وضعیت اقتصادی مردم خوب نیه، اینی میجی دمی جای منده، دمی جایی که مثلا خوشکاوه او نیه دیگه، مجبورانه باید می زندگی کنه. درست. نگان شو که اگون میمانیم شه خواست نواد موتر نیره. آموتره. آموتره. خب پیام یعنی خواست چون برای مردم. پیام خواست از مو از خیرین از مردم ای یکی دمی مشکلی کمابی از مو رسیدگی کنه. چی رخم؟ بندی ها یا چای؟ چای که مثلا چای زیدش نه که چای زیدش نه که تقریبا روزانه دو این شاو بیکشه که هم از او بخش آو خوردن استفاده کنیم، هم بخش کشاورزی استفاده کنیم. یعنی ما زمانای شده که مو در کدام مراسم کلان، یعنی خود در ناور خوش مو خبرن چقدر رایه اورمزنج آب در موتر میری اینی میجی اش استفاده یک مراسم کلان از دیگه... چای آب برای زراعت امکان استفادهش هست خود... احتمالاً آره آره، چون روزانه دو اینجا روزانه دو اینجا که مثلا بکشه مو میتین مزو بخش آب خوردن استفاده کنیم، هم بخش کشاورزی استفاده. چطوره که بالاتر اونجا یگان سد آب کوچیک هست؟ سد آب کوچیک هم بهتره. خوبه آب بهار که ذخیره شوه، آب بالا دیست ذخیره گاهش باشه که از پایینش چاها. آره دیگه در غیر از صورت خو آب خو تو نیه دیگه. آب که زمین باران ها اوش هم امکان داره که آب بهاری ذخیره شوه دیگه، احتمالش هست دیگه. این منطقه خود تصویر شاید بینگنن در مسیر بالم خانه یا باز اصل سرچشمه که بالا کنمو یک مقدار آوی که هستم اون جای خیلی کم خیلی کم. درسته. خوب زنده باشین فیاسب. شما خصیصی بازم سلام مجدد و از اینکه در این منطقه تشریف آوردن تشکر شما. به تایید گپ برادر گرامی ما آقای اکبری که از این منطقه هست، یعنی این منطقه یک چند تا فامیل که وجود داره، یک 35-40 فامیلی که وجود داره، دارای 13-14-15 خانه ای که هست، سراو منطقه خیلی بار است. جای بند داره، جای سد آب داره و جای از هم داره که چای امیخ داشته. من تاک دمش که دوستا توانش بکشه خدمت کنه، ما در خدمت هستیم و این در واقع خدمت به این مردم در واقع خیلی درجه داره، چون واقعا مستحق. بله اکبری صاحب، شما براورد کردین در چند متری چا میزنه یک چایی که یک پنج دبلیو او بیشه تقریبا چند هزینه داره؟ تقریبا چایی که مثلا اجازه داشتن در 60 متری 70 متری. خب 70 متری 70000 مصرف میشه. بیشتر 60 متری 70 متر بعد عمق چا باشه. چرا که چای کوبه ای که در 1000 میزنه. خب آره این تازه هزینه شما که چقدر میشه؟ هزینه ازی ایتر بسی لولیش یا بازی ممو
سمرسیبلش یا باز شیشهش هست که حوضش که مثلا ذخیره‌گاه آب باید ما داشته باشیم. خب اینو پرسان کدوم چند مصرف داره؟ یارا حدودن گفته نمیتونم، یار تقریبا 3 میلیارد روپیه یا 4 میلیارد روپیه باید اینا را 4 میلیارد روپیه هزینه بردار میشه که تا یک چای زیاده شه که هم از اون بخش کشاورزی استفاده کنیم هم بخش خوردن. تشکر از اینکه تایدم رو با ما بودین. مشکلات در روزگان زیاده و ما فقط چشم امید به سمت مسافرین خود داریم. امیدوار هستیم که در این منطقه هم همچنان در بقیه جاها کمک کردین، دست مردم شیخ علی را بگیرین و تا برنامه بعدی شما را به خداوند پاک میسپاریم. تشکر. اگر یگان خانواده ای انشالله حاضر شد این شبکه این خیرات ماندگار به نام زمین خانواده افغان آره به خیر مثل آبرسانی زهرا رضایی، زهرا رضایی و شاه رضا، دقیقاً کاظمی و نادیه. زنده باشین. تشکر. خوش باشین.